زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت سوم چی میگی؟ میخوام خبرنگار جنگی بشم دیوونه شدی؟ اصلا لازم نیست کار مورد علاقت رو داری پول خوبی در میاری هرچند احتیاجی هم به درآمدت نداری تو بانک مساعدت روابط زیادی داری. با استعدادی و همکارات بهت احترام میذارن. خب پس اینطور بگیم. احتیاج رم تنها باشم. به خاطر من؟ زندگیمونو با هم ساختیم. شوهرم دوست دارم و اونم منو دوست داره. هرچند وفادارترین شوهر دنیا نیست. بار اول درباره این موضوع حرف میزنی چون برام مهم نیست مگه وفاداری چیه این احساس که مالک جسم و روحیم که مال من نیست تو فکر میکنی در تمام این سالها که با هم بودیم هیچ وقت با مرد دیگه ای نبودم؟ برام جالب نیست. نمیخوام بدونم. منم همینطور. پس ماجرای این جنگ ناکجا آباد چیه؟ بهش احتیاج دارم. گفتم که احتیاج دارم. مگه هر چی میخوای نداری؟ هر چیزی که یک زن رو داشته باشه دارم. پس دیگه تو زندگی چه مشکلی داری؟ فقط همین. همه چیز دارم. اما خوشبخت نیستم. استثنایی هم نیست. این سالها هر جور آدمی دیدم. با هر شکل آدمی مصاحبه کردم. ثروتمند، فقیر، قدرتمند، زیر دست. تو چشم همهشون تلخی بی پایانی می دیدم. وجود این غم و قبول ندارن. اما اونجاست. هرچی هم که میخوان بگن. گوش میدی. گوش میدم. دارم فکر میکنم. پس به نظر تو هیچ کس خوشبخت نیست. بعضی ها خوشبخت به نظر میان. چون که کارشون راحت کردن و اصلا به موضوع فکر نمیکنن کنن. بعضی ها برنامه ای دارن. شوهر می کنم. خونه میخرم، خرم، دو تا بچه میارم، یه خونه یه ایلاقی می خرم. سرشون به این گرمه و مثل گاو دنبال گاو باز میدوند. غریزی واکنش نشون میدن، پیش میرن. اما اصلا نمیدونن مقصدشون کجاست. میتونن ماشینی بخرن. گاهی حتی میتونن یه فراری بخرن. فکر میکنن معنی زندگیشون همینه و هیچ وقت چیزی نمیپرسن. اما با این همه چشمهاشون غمی رو نشون میده که حتی خودشون هم از وجودش توی جونشون خبر ندارن تو خوشبختی؟ نمیدونم نمیگم همه مردم دنیا بدبختن اما میدونم همیشه گرفتارن ساعتها کار میکنن به بچه ها می رسن. به همسر، کار، گرفتن مدرک، برنامه فردا، چیزی که نخریدن. چیزی که باید بخرن تا احساس حقارت نکنن و اینجور چیزا. پس تعداد کمی ممکنه بگن بدبختم. بیشترشون میگن وعظم عالیه. هر کار بخوام میکنم. بعد میپرسم چی خوشبختتون کرده؟ جواب هر بخوام دارم خانواده خونه کار سلامتی باز میپرسم تا حالا فکر کردین که آیا زندگی فقط همینه جواب آره همینه اصرار میکنم پس معنای زندگی یعنی کار، خانواده، بچه هایی که بزرگ میشن و ترکتون میکنن، زن یا شوهری که خیلی زود به جای عاشق و معشوق به دوتا دوست مبدل میشن و ای که روزی تموم میشه. بعد چه کار میکنی؟ جواب؟ جوابی در کار نیست. موضوع رو عوض میکنه. در واقع میگن وقتی بچه هام بزرگ شدن وقتی همسرم بیشتر دوست من بود تا محبوبم وقتی بازنشسته شدم اونقدر وقت دارم تا کاری رو که همیشه دلم میخواست بکنم سفر سوال اما مگه نگفتین همین حالا خوشبختی؟ مگه نگفتین کاری رو میکنین که همیشه آرزوش رو داشتین و باز میگن خیلی گرفتارن و موضوع رو عوض میکنن. اگر اصرار کنم همیشه متوجه میشم که چیزی کم دارم. آقای رئیس شرکت هنوز قرار دادی رو که دوست داره نبسته. خانم خونه دار دوست داره استقلال یا پول بیشتری داشته باشه عاشق می ترس معشوقش رو از دست بده تازه کار نمیدونه کارش و خودش انتخاب کرده یا دیگران دندون پزشک دوست داره خواننده باشه خواننده دوست داره سیاست مدار باشه سیاست مدار دوست داره نویسنده باشه نویسنده دوست داره کشاورز باشه و حتی وقتی کسی رو می دیدم که کار مورد علاقش رو می کرد روحش در شکنجه بود. در هیچ کس آرامش ندیدم. باز هم اصرار می کنم. تو خوشبختی؟ نه. زنم و دوست دارم. کاری دارم که همیشه آرزوش رو داشتم. اونقدر آزادم که همه دوستان به هم حسودی میکنن. سفر، افتخار، تعریف و تمجید. اما چیزی هست. چی؟ فکر میکنم اگه توقف کنم زندگی معناش رو از دست میده. نمیتونی آروم بگیری. به پاریس نگاه کنی دستم و بگیری و بگی خواستم و به دست آوردم. حالا بریم دنبال بقیه زندگیمون. میتونم به پاریس نگاه کنم. میتونم دست تو بگیرم اما نمیتونم این حرف رو بزنم. شرط میبندم تو همین خیابون همه همین احساس رو دارم. اون خانم برازنده که از خیابون رد شد تمام عمرش رو صرف این میکنه که زمان رو نگه داره و توازن رو حفظ کنه. چون که فکر میکنه عشق وابسته به اونه. به اون طرف خیابون نگاه کن. اون زوج با دوتا بچه. وقتی با بچه هاشون بیرون میان لحظات شعف عمیقی رو تجربه میکنن. اما در همون موقع ناخداگاهشون مدام اونها رو میترسونه. مبادا کارشون رو از دست بدن. مبادا یکیشون بیمار بشه. برنامه بهداشتی جواب نده. یکی از بچه ها بره زیر ماشین. درست همون موقع که سعی میکنن حواستشون رو از موضوع منحرف کنند، دنبال راهی هم میگردن تا خودشون رو از خطر فجایع نجات بدن و در برابر دنیا از خودشون محافظت کنن. و اون گدا گوشه اونو نمیدونم. هیچ وقت با گداها حرف نزدم. اون تجسم بدبختیه. اما از چشماش مثل چشمای همه گداها این طور برمیاد که از چیزی لذت میبره. غم درون اون چشما اونقدر بارزه که نمیتونم باورش کنم. چی میگی؟ هیچ تصوری ندارم مجله های مخصوص مشاهیر رو نگاه می کنم. همه میخندن همه خوشحالن. اما من با یک آدم مشهور ازدواج کردم و میدونم اینطور نیست در لحظه عکس گرفتن همه میخندن و بهشون خوش میگذره اما همون شب یا صبح روز بعد همیشه داستان به شکل دیگه ای. چی کار کنم تا بازم عکسم و تو مجله ها چاپ کنم؟ چطور پنهان کنم که دیگه برای پرداخت هزینه های زندگی تجملیم پول ندارم؟ چطور تجملاتم رو اداره کنم؟ چطور زندگی تجملیم رو بزرگتر کنم تا بیشتر از دیگران به چشم بخوره؟ همین بازیگری که تو این عکس با هم میخندیم و جشن میگیریم ممکنه فردا صبح نقش منو بدزده یعنی من بهتر از اون لباس پوشیدم؟ چرا میخندیم؟ ما که از هم متنفریم؟ چرا به خاننده های مجله شادی میفروشیم؟ ما که خودمون بدبختیم، برده شهرتیم؟ ما برده شهرت نیستیم. منظورم خودمون نبود. فکر میکنی چه اتفاقی میافته؟ سالها پیش کتابی خوندم که داستان جالبی داشت. فرض کنیم هیتلر در جنگ پیروز میشه و تمام یهودی های دنیا رو سر به نیست میکنه. و به مردم میقبولونه که واقعا نژاد برتری وجود داره. کتاب های تاریخ عوض میشه و صد سال بعد جانشینهاش هاش سرخ پوستا را هم از بین می سی سیصد سال بعد نژاد سیاه هم کاملا نابود میشه. و سرانجام این ماشین جنگی قدرتمند پانصد سال بعد موفق میشه نژاد زرد رو از سطح زمین محو کنه کتاب های تاریخ از جنگ های کوهن با بربرها میگه اما هیچ کس اونها رو با دقت نمیخونه. چرا که اصلا مهم نیست. و دو هزار سال بعد از تولد نازیسم در کافه باری در توکیو که 500 سال مردم قد بلند چشم آبی شدن هانس و فریتس با هم آبجو میخورند. هانس به فریتس نگاه میکنه و میپرسه فریتز فکر میکنی همه چیز همیشه همین طور بوده؟ فریتس میگه چی همین طور بوده؟ دنیا معلومه که همیشه همین طور بوده مگه یادمون ندادن؟ هانس میگه آره نمیدونم چرا این سوال احمقانه رو کردم آبجوشون رو میخورن و از چیزهای دیگه حرف میزنن و موضوع رو از یاد میبرن لازم نیست اینقدر در آینده جلو بری کافی دو هزار سال به عقب برگردیم تو میتونی گیوتین چوبه دار یا صندلی الکتریکی رو بپرستی میدونم منظورت چیه بدترین و وحشتناکترین ابزار شکنجه انسان سلیب یادم میاد تو کتاب سیسرو خوندم که صلیب مجازاتی شنی بوده و قربانی قبل از مرگ زجر فجیعی میکشیده اما امروز مردم صلیب رو به سینهشون آویزون میکنن به دیوار اتاقشون میزنن و اون رو یک نماد مذهبی میدونن یادشون رفته که جلوی یک وسیله شکنجه ایستادن یا این دو قرن و نیم بعد کسی به این نتیجه رسید که باید به جشنهای انقلاب زمستانی کافرکیش ها پایان بده یعنی زمانی که خورشید دورترین فاصله را از زمین داره. هواریان مسیح و جانشین هاشون گرفتار رسوندن پیام عیسی به مردم دنیا بودند و توجهی به جشن میترایی میلاد خورشید شکست ناپذیر نداشتند که روز 25 دسامبر برگزار میشد. تا اینکه اسقفی به این نتیجه رسید که این جشن انقلاب زمستونی تهدیدی برای دین محسوب میشه و بعد امروز کریسمس میگیریم طویله درست میکنیم هدیه میدیم می میکنیم بچه های پلاستیکی در گهواره چوبی میذاریم و اعتقاد داریم اعتقاد عمیق داریم که مسیح در این روز به دنیا اومده درخت کریسمس هم داریم سرچشمش رو میدونی؟ تصوری ندارم. قبایل جرمن سال یک بار هدایایی دور یک درخت بلوط میذاشتن و بچه ها پیداشون میکردن. فکر میکردن این کار باعث خوشحالی ایزد باستانی میشه. بونیفاس قدیس تصمیم گرفت این آین مخصوص رو وارد مسیحیت کنه. برگردیم به داستان هانس و فریتز. فکر میکنی تمدن، روابط انسانی، خواسته ها و پیروزی های ما همش محصول تاریخیه که غلط روایت شده؟ وقتی درباره جاده سانتیاگو می نوشتی به همین نتیجه رسیدی مگه نه؟ قبلا فکر می کردی یک گروه برگزیده معنای نمادهای جادویی رو میدونه. امروز میدونی که همه ما معناش رو میدونیم هرچند شاید یادمون رفته باشه اما دونستنش کمکی نمیکنه مردم همه سعیشون رو میکنن تا به یاد نیارن تا جادوی عظیمی رو که دارن نپذیرن چرا که این اتفاق تعادل دنیای مرتب و منظمشون رو به هم میزن. با این وجود همه ظرفیتش رو دارن مگه نه؟ درسته. اما اونقدر شجاع نیستن که برن دنبال رویاها ها یا نشانه ها. یعنی غم و اندوه از اینجا میاد؟ نمیدونم. نمیگم توی زندگیم شادی اصلا وجود نداره. به من خوش میگذره. تو رو دوست دارم. کارم رو دوست دارم. اما هر گاهی این غم عمیق رو احساس میکنم. گاهی آمیخته به احساس گناه یا ترس. این احساس میگذره. اما همیشه بر میگرده. مثل هانس خودمون. سوالی دارم. اما وقتی میبینم جوابی در کار نیست خیلی ساده فراموشش میکنم میتونم به بچه های قحطی زده کمک کنم انجمنی برای حمایت از دلفین ها تاسیس کنم سعی کنم مردم رو به نام عیسی رستگار کنم هر کاری که به من احساس مفید بودن میده اما نمیتونم خب پس چرا میخوای به جنگ بری؟ چون فکر میکنم تو جنگ آدم به سرحد وجود خودش میرسه. هر لحظه یا روز بعد ممکنه بمیره. کسی که به این مرز میرسه طور دیگه ای عمل میکنه. میخوای سوال هانس رو جواب بدی؟ آره. امروز در این سویت زیبا در هتل بریستول همانطور که برج ایفل سر هر ساعت پنج دقیقه تمام نورافشانی می کند بطری شراب تمام شده سیگارهایم دارد ته می کشد مردم طوری با من سلام احوال پرسی می کنند که انگار واقعا هیچ اتفاق مهمی نیفتاده فکر می کنم آیا همه چیز آن روز شروع شد؟ موقعی که از سینما برمیگشتیم؟ باید به او اجازه میدادم برود دنبال این تاریخ بد روایت شده یا باید با سرسختی می گفتم موضوع را فراموش کند چرا که او زن من است و به حضور و حمایتش احتیاج دارم. چرند است. همان موقع می دانستم. حالا هم می دانم که راهی نداشتم جز که بگذارم کاری را بکند که می خواهد. اگر می گفتم یا مرا انتخاب کن یا خبرنگار جنگی باش خیانت بود به تمام کارهایی که استر برایم کرده بود. هرچند انگیزش متقاعدم نکرده بود. رفتن به دنبال یک تاریخ بد روایت شده؟ به این نتیجه رسیدم که به کمی آزادی، حرکت و تجربه احساسات قوی نیاز دارد. چه اشکالی دارد؟ قبول کردم. البته اول روشن کردم که دارد از بانک مساعدت برداشت خیلی زیادی می کند. خوب که فکرش را میکنم میبینم چه حرف احمقانه ای زدم. دو سال تمام استر در جنگ های متعددی از نزدیک حضور داشت و به همان سادگی که کفش هایش را عوض می کرد از قاره ای به قاره دیگر می رفت. هر وقت برمیگشت فکر می کردم این بار دیگر نمی رود. ممکن نیست آدم بتواند این همه وقت جای زندگی کند که غذای مناسب ندارد. هر روز نتواند دوش بگیرد. سینما یا تئاتر نداشته باشد. میپرسیدم جواب سوال هانس را پیدا کرده و همیشه میگفت در مسیر درستی است. من هم ناچار بودم بپذیرم. گاهی ماهها به خانه بر برخلاف سیر تاریخ رسمی ازدواج این فاصله عشق ما را افزایش داد و به هر دوی ما نشان داد که چقدر برای هم اهمیت داریم. روزی که به پاریس آمدیم فکر میکردم کردم رابطه من دیگر به نقطه آرمانی رسیده. اما حالا میدیدم. که روز به روز بهتر هم می شود. تا جایی که خبر دارم زمانی با میخائیل آشنا شد که به مترجمی در کشورهای آسیای میانه احتیاج داشت. اول با شور و شوق زیادی از او برایم تعریف می کرد. یک آدم حساس که دنیا را همان طوری می دید که واقعا بود نه آنطور که می گفتند باید باشد. پنج سال از استر جوان تر بود اما تجربه ای داشت که استر آن را جادویی میدانست. با صبر و متانت به حرفهایش گوش میدادم. وانمود می کردم آن جوان و افکارش برایم خیلی جالب است. اما در واقع دور از آنجا بودم. مغزم پر بود از کارهای جاری. ایده هایی که ممکن بود برای نوشتن متنی به کارم بیاید. جوابهایی برای سوال خبرنگارها و ناشرها راه اقوای فلان زنی که ظاهرا به من علاق مند شده بود برنامه سفرهایی که باید برای تبلیغ کتابهایم انجام میدادم نمیدانم متوجه شد یا نه اما من نفهمیدم که میخاییل کم کم از مکالمات ما خارج می شود تا اینکه کاملا ناپدید شد و رفتار استر کم کم افراتی تر میشد حتی موقعی که در پاریس بود هر هفته شبهای زیادی را بیرون می ماند همیشه ادعا میکرد مشغول تهیه گزارشی درباره گداهاست. فکر کردم درگیر یک رابطه عشقی شده. یک هفته تمام زجر کشیدم و از خودم پرسیدم آیا باید نشان بدهم که مزنونم یا باید وانمود کنم هیچ اتفاقی نیفتاده. تصمیم گرفتم خودم را به تجاهل بزنم. و از این اصل پیروی کنم که آنچه چشم نبیند دل باور نمی کند. کاملا یقین داشتم که امکان ندارد مرا ترک کند. خیلی زحمت کشیده بود. خیلی کمکم کرده بود تا اینی بشوم که هستم و منطقی نبود به خاطر یک هوس گذرا به همه اینها پشت پا بزنم. اگر واقعا به دنیای استر علاقه داشتم باید دست کم یک بار میپرسیدم چه بلایی سر آن مترجم و شعور جادویی او آمده باید به این سکوت شک می کردم. به این ندادن اطلاعات باید از او میخواستم دست کم یک بار مرا با خودش برای تهیه این گزارشها درباره گداها ببرد. وقتی او گاهی میپرسید کارش برایم جالب است یا نه همیشه یک جواب میدادم. آره برام جالبه اما نمیخوام تو کارت دخالت کنم. میخوام آزاد باشی تا اونطور که دلت میخواد دنبال رویات بری. همونطور که تو کمکم کردی این کارو بکنم. البته کارش اصلا برایم جالب نبود. اما همانطور که آدمها همیشه چیزی را باور می کنند که دلشان می خواهد باور کنند، استر از این حرف من خوشحال می شود. دوباره به یاد جمله می افتم که بازرس موقع خروج از زندان به من گفت. شما آزادی. آزادی چیست؟ اینکه ببینی برای شوهرت هیچ اهمیتی ندارد چه کار میکنی؟ احساس تنهایی اینکه کسی را نداری تا احساسات خصوصیت را با او در میان بگذاری؟ چرا که کسی که با او ازدواج کرده ای در واقع فقط به فکر کار خودش اهمیت و شکوه و شغل دشوار خودش است دوباره به برج ایفل نگاه می کنم. یک ساعت دیگر گذشته چرا که دوباره شروع می کند به نورافشانی انگار از الماس ساخته شده باشد نمیدانم از وقتی پشت این پنجره نشستم چند بار این اتفاق افتاد. میدانم در زندگی زناشوییمان به نام آزادی نفهمیدم که میخایل از میان صحبتهای همسرم ناپدید شده است تا دوباره در یک کافه بار ظاهر شود و دوباره ناپدید شود و این بار استر را هم با خود ببرد و این نویسنده مشهور و موفق را در مزان اتهام به قتل بگذارد یا بدتر از آن مثل مردی که زنش او را ترک کرده است سوال هانس در بونوسایرس زهیر یک سکه معمولی 20 سنتی است که با چاقو یا کاغذ بر حروف انتی و رقم دو را رویش کندند. 1929 تاریخی است که در طرف دیگر آن حک شده است. در گجرات در پایان قرن هجدهم زهیر یک ببر بود در جاوه. کوری در مسجد سراکارتا بود که مؤمنان سنگ سارش کردند در ایران استرلابی بود که نادرشاه دستور داد به قعر دریا بیاندازند در زندان مهدی در سال 1892 قطب نمایی بود که رودولف کار فون از آن استفاده میکرد. یک سال بعد در فکر داستان خورخ لویس برخس از خواب بیدار می شود. چیزی که وقتی آدمان را لمس کرد یا دید دیگر هرگز از یاد نمی برد. و آنقدر فکرش را اشغال می کند تا او را به جنون بکشاند. زهیر من تمثیل های شاعرانه یا آدم های کور و قطب نما و ببر و فلان نیست. نامی دارد و نامش استر است. کمی بعد از زندان این رسوایی تیتر درشت نشریه های مختلفی شد. صحبت از یک قتل احتمالی بود. اما برای جلوگیری از اقدام قانونی من همیشه در آخر تاکید کردند که تبرعه شده. تبرعه؟ پس متهم شده بودم. یک هفته صبر کردند تا ببینند فروش مجله بالا می رود یا نه؟ بله، همینطور هم شد. من نویسنده بودم که چنین شبهاتی از او بعید بود و همه کنجکاو بودند ببینند کسی که درباره معنویت می نویسد چطور چهره تاریکش را پنهان کرده است و بعد دوباره حمله را از سر گرفتند ادعا کردند همسرم به خاطر روابط نامشروع من از خانه فرار کرده نشریه آلمانی به کنایه اشاره کرد احتمالا با فلان زن آواز رابطه داشتم. آن زن 20 سال از من جوانتر بود و می گفتن در نروژ با من ملاقات کرده است. این ملاقات رخ داده بود اما فقط به خاطر بانک مساعدت آن را پذیرفتم. دوستی از من خواست با این خانم خواننده ملاقات کنم و در تمام مدتی که با هم شام میخوردیم دوستم هم حضور داشت. آوازخان گفت بین ما رابطه ای نیست. اگر رابطه ای نیست چرا عکس ما را روی جلد مجله چاپ کردند؟ و با فرصت طلبی اعلام کرد به زودی آلبوم جدیدی عرضه می کند. در حقیقت برای تبلیغ آلبومش هم از من استفاده کرد و هم از نشریه. تا آن روز نمیدانستم شکست ای او ناشی از این روش تبلیغات مبتذل است. آلبومش بدک هم نبود، کار را حرفهایش در مطبوعات خراب کرده بود. اما رسوایی این نویسنده مشهور چندان نپایید. در اروپا و به خصوص در فرانسه بیوفایی را تایید نمی کنند. اما در نهان تحسینش می کنند. هیچ کس هم دوست ندارد درباره اتفاقی مطلب بخواند که ممکن است برای خودش هم بیفتد. موضوع از مطبوعات خارج شد. اما فرضی سازی ها ادامه داشت. آدم ربایی، ترک خانه به خاطر رفتار بد من. عکس گارسونی که می گفت ما اغلب با هم دعوا می ایم. یادم می آید که روزی در آن رستوران واقعا دعوای سختی کردیم. آن هم بر سر یک نویسنده آمریکای جنوبی. چرا که نظر استر کاملا مخالف من بود. یک هفته نامه زرد انگلیسی ادعا کرد که همسر من وارد کارهای زیرزمینی شده و با یک سازمان تروریستی همکاری می کند. هرچند خوشبختانه باستا به چندانی نداشت. اما در این دنیای پر از خیانت، طلاق، قتل، ترور، یک ماه بعد از این اتفاق ماجرا به کلی از ذهن همه پاک شد. سالها تجربه به من آموخته که این جور خبرها تأثیری بر خوانندگان وفادارم ندارد. قبلا همین اتفاق افتاده. خبرنگاری در برنامه تلویزیونی در آرژانتین ادعا کرد مدارکی دارد که من با بانوی اول آینده شیلی ملاقاتی مخفیانه داشتم. اما کتابهایم باز هم در فهرست کتاب های پرفروش ماند. به قول یک هنرمند آمریکایی این احساساتی گری فقط ربع ساعت دوام دارد. مهمترین دقدقه من چیز دیگری بود. سامان دادن دوباره زندگیم، پیدا کردن یک عشق تازه، نوشتن کتاب و حفظ کردن تمام خاطرات همسرم در کشوی کوچکی که در مرز بین عشق و نفرت قرار دارد. یا بهتر بگویم همسر سابقم. دیگر باید میپذیرفتم. همه چیز مطابق پیش در آن سویت هتل پیش رفت. اول مدتی در خانه ماندم. نمیدانستم چطور با دوستانم روبرو شوم. در چشمهایشان نگاه کنم و خیلی ساده بگویم همسرم مرا به خاطر مرد جوانتری ترک کرد. بعد که سرانجام از خانه بیرون رفتم هیچ کس چیزی از من نمی پرسید. اما بعد از چند گیلاس شراب احساس می کردم موظفم به این موضوع بپردازم. انگار میشد افکار دیگران را خواند انگار کسی دغدغه این نداشت جز اینکه بفهمد در زندگی من چه اتفاقی افتاده اما آنقدر معدب و فهمیده بودند که چیزی نگویند نظرم در مورد استر بستگی به روحیم در آن روز داشت یا واقعا قدیسه ای سزاوار سرنوشت بهتری بود یا زنی پیمان شکن و خیانتکار بود که مرا در وضع پیچیدهی گذاشته بود و حتی نزدیک بود مرا قاتل بداند. اوایل دوستان، آشنایان، ناشرها، کسانی که در مهمانی های رسمی که به ناچار زیاد پیش می آمد، سر میز شام پرتشریفات کنارم می نشستن. کنجکاوی به حرفهایم گوش میدادند اما کم کم پی بردم که مایلند موضوع را عوض کنند آن موضوع برای لحظه کنجکاویشان را جلب کرده بود اما آنقدر مهم نبود که هر روز در موردش کنجکاو باشد جالبتر از موضوع من صحبت درباره زن بازیگری بود که به دست مرد خانندهی به قتل رسیده بود. یا زن جوانی که کتابی درباره روابط اشقیش با سیاست مدارهای مشهور نوشته بود. یک روز در مادرید متوجه شدم که دیگر به ندرت دعوت برای شرکت در مراسم یا مهمانی های شام برایم می هرچند برای روحیم خیلی خوب بود. و می توانستم احساساتم را تخلیه کنم و باز هم استر را گناهکار یا بیگناه بدانم. اما کم کم پی بردم به شخصی بدتر از یک شوهر ترک شده مبدل شدم. آدم کسل کننده ای شده بودم که هیچ کس مایل نبود او را ببین. از آن به بعد تصمیم گرفتم در سکوت زجر بکشم و دوباره سر و کله دعوتنامه ها در صندوق پستیم پیدا شد. اما زهیر چیزی که اوایل با محبت یا آزردگی به آن می اندیشیدم همچنان در جانم رشد می گرد. کم کم در هر زنی که می دیدم، دنبال استر می گشتم. در هر کافه و سینما و ایستگاه اتوبوسی او را می دیدم. چند بار به راننده تاکسی گفتم وسط خیابان به یا شخصی را دنبال کند تا مطمئن می شدم آن کسی نیست که دنبالش می گردم. زهیر کم کم تمام ذهنم را اشغال می کرد و به پاد زهری احتیاج داشتم. چیزی که نگذارد در نومیدی غرق شوم. و تنها یک راه حل وجود داشت. پیدا کردن یک زن. با سه چهار زنی که جذبم کرده بودند ملاقات کردم. سرانجام به طرف ماری جذب شدم. یک بازیگر فرانسوی سی و پنج ساله. تنها کسی بود که از این جور چرت و پرت ها نمی گفت. تو رو به عنوان یه مرد دوست دارم. نه به عنوان کسی که همه دلشون میخواد باهاش آشنا بشن. یا ترجیح میدادم مشهور نبودی. یا از آن هم بدتر. پول برای من مهم نیست. او تنها کسی بود که صادقانه از موفقیت و نیز از شهرت من راضی بود و میدانست شهرت به درد میخورد این مرد میتوانست خیلی های دیگر را انتخاب کند اما او را انتخاب کرده بود و این غرورش را به خوبی ارضا کرد. دیگر در اغلب جشن ها و مهمانی ها ما را با هم می دیدن و شروع می کردن به فرضی تراشی درباره این رابطه. نه او و نه من چیزی را تایید یا رد نمی کردی. موضوع معلق مانده بود و تنها چیزی که برای مطبوعات می ماند انتظار برای گرفتن عکس آن بوسه مشهور بود که هرگز دیده نشد. چرا که هم او و هم من این شکل خودنمایی در جمع را مسخره می دانستیم. او می رفت سر فیلم برداری و من هم کارم را داشتم. هر وقت می شد من به میلان می رفتم و هر وقت او می توانست در پاریس به دیدن من می آمد. خود را به هم نزدیک احساس می کردیم اما وابسته نبود. ماری وانمود میکرد نمیداند در جان من چه میگذرد من هم وانمود میکردم نمیدانم در روح او چه میگذرد عشقی ناممکن به مرد همسایش که متحل بود هرچند او زنی بود که میتوانست هر مردی را که دلش میخواست تصاحب کند با هم دوست بودیم رفیق بودیم. از برنامه های مشترکی لذت می بردیم. حتی می توانستم خطر کنم و بگویم نوع خاصی از عشق به او داشتم. عشقی متفاوت با آنکه من به استر یا او به مرد همسایش داشت. باز شروع کردم به پذیرفتن شرکت در مراسم امضای کتاب. دوباره شروع کردم به پذیرفتن دعوت نامه هایی که برای شرکت در کنفرانس ها، گزارش ها، شام های خیریه، برنامه های تلویزیونی، پروژه های هنرمندان تازه کار دریافت می کردم. هر کاری می کردم به جز کاری که باید می کردم. نوشتن کتاب. اما برایم مهم نبود. ته دلم فکر می کردم کارم به عنوان نویسنده به پایان رسیده. چرا که دیگر آن کسی که وادارم کرد کارم را شروع کنم کنارم نبود. رویایم را تا جایی که دوام آورده بود زیسته بودم. به جایی رسیده بودم که کمتر کسی اقبالش را داشت. حالا دیگر می توانستم بقیه ی عمرم را خوش بگذرانم. روزها این طور فکر می کردم. اما اصرها میدیدم تنها کاری که دوست دارم نوشتن است. شب که می رسید باز سعی می کردم خودم را راضی کنم که به رویایم رسیدم و باید چیز تازه ای را تجربه کنم. پایان قسمت سوم